من حسین مهری هستم، در برنامه در امتداد هفته در حضور آقای دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی و تاریخ، نویسنده چند اثر علمای قدیم، یه چیز ترجمه احوال، چند ترجمه احوال در باب شاه، بزرگان نامداران عصر شاه و همچنین هویدا که آغاز فعالیت‌های برحال تحقیقی آقای دکتر درباره آثار جدیدشون بوده. فکر می‌کنم اشتباه نکنم. آقای دکتر عرض سلام می‌کنم خدمت. سلام از بنده قربان به شما و به همه بینندگان و شنوندگان عزیزتون در هر جای ایران موسع که هستن. اتفاقا یکی از دوستانمون که خیلی هم نسبت به شما ارادت داره، خدمتتون هم رسید در اون روز که اسمشو گذاشتم بزرگ داشت بر بنده، که بود اسمشو نذاشتم بزرگ داشت بود. به هر صورت ایشون میگفتش که به آقای دکتر از آقای دکتر بپرسیم موسع یعنی چی. من البته گفتم معنیشو به ایشون اونجوری که میدونستم. به هر حال این واژه کار خود چی کرده رفته تو جامعه؟ بله، خب برای اینکه ایران دیگه ایران فقط محدود به جغرافیا نیست. بله. و یکی از دستاوردهای ناخواسته جمهوری اسلامی، منظورم البته دستاورد واضحه که دستاورد نیست، ولی یکی از نتایج سیاست‌های اینها اینه که چیزی نزدیک به 10% جامعه ایران امروز در خارج از مرزهای ایران زندگی میکنن و این پدیده است که در تاریخ 3000 سال ایران تا اونجایی که من میدونم بی سابقه است. یعنی بین 6 تا 7 میلیون ایرانی الان در خارج از ایران زندگی میکنن. اگر رقم جمعیت ایران رو در زمانی که آقایون قدرت رو در دست گرفتن 35-40 میلیون بگیرین، یه چیزی نزدیک به از هر 6-7 نفر یک نفر در نتیجه حسن مدیریت اینها مملکت رو ترک کردن و در خارج از ایران زندگی میکنن. آقای دکتر میلانی، هیچ پیدا هست که در پایان عصر ساسانیان ایرانیانی که مهاجرت کردن به خصوص به هندوستان تعدادشون چقدر بوده؟ من تا اونجایی که میدونم تعدادشون، یعنی رقم دقیقی من ندیدم، فقط هم به هندوستان نیست. ببینید وقتی که اعراب به ایران حمله میکنن، یه تعدادی از ایران فرار میکنن به چین میرن. یه فرهنگ خیلی پرغنایی در اونجا ایجاد میکنن. ولی ما ارقام دقیق در مورد جمعیت اون زمان نداریم. ولی از وقتی که ارقام به دست آمده و یک تخمینی داریم، حتی تا آغاز قرن بیستم ما دقیق نمیدونیم جمعیت ایران چقدره. واقعا بین مثلا 16 تا 11 میلیون تفاوت هست، بسته به اینکه کدوم رقم رو شما در نظر بگیرید. اولین سرشماری جدی در دوران رضا شاه صورت میگیره، یا در اونجاست که میفهمیم بیش و کم با دقت با یه سیستم قانونمندی جمعیت کشور چقدر بوده. آقای دکتر نزدیک 20 میلیون در زمان رضا شاه به آغاز. بله دیگه، نزدیک یه چیزی نزدیک به یک کمی کمتر از 20 میلیون بوده. بعد در زمانی که پدرش از ایران میره، یک نزدیک فکر میکنم 28 میلیون شده بود. بعد در زمانی که پسر از ایران میره، نزدیک 37-38 میلیون شده بود. و طول عمر هم به طور جدی افزایش پیدا کرده بود. حتی قد ایرانی ها، یه جایی میخوندم یه گزارش که میگن ایرانی ها در طول قرن اخیر قدشون به طور خیلی جدی افزایش پیدا کرد. این درست های دکتر نوشتو در میان تمام ملل جهان؟ به نظر میامد که رقم، من صلاحیت قضاوت در صحت چیز ندارم واقعا میگم، ولی گزارشی که میخوندم به هر حال گزارش چیز علکی نبودی، گزارش به نظر گزارش معتبری می آمد.
و خب میشه بدونیم به هر حال طول متوسط عمر رو میشه دید که چقدر اضافه شده، میدونیم تحولاتی که در نتیجه اون دوران شروع شد و یه جوری در دوران بعد هم گاه به رغم سیاست های رژیم ادامه پیدا کرد، مسئله سواد آموزی و مسئله ورود زنان به عرصه و بعد بهداشت. بله آقای دکتر میلانی، یک نامه ببخشید ایمیلی رسیده است از آقای علی اصغر بهپور، زیرش هم نوشته تومی. من نمیدونم منظور چی تومی، میخوام از یکی بپرسم، شما میدونین حتما. تومی زیر اسمش نوشته تومی به من، نمیدونم. برصورت نوشته جناب دکتر میلانی با سلام و اظهار ارادت، این جانب نزدیک به 20 سال است به مصاحبه های شما با آقای مهری گوش می دهم و بهره‌مند می شوم. امروز در مصاحبه برنامه در امتداد هفته فرمودید وضع اقتصادی در سال 1978 خوب بود، در حالی که در صفحه 479 چاپ دوم کتاب نگاهی به شاه نوشته است در 1978 وضع اقتصادی ایران وخیم بود. جهت اطلاع به عرض رسید. ارادتمند علی بهپور. ابرام خیلی متشکرم که برنامه شما گوش میدن و بنده هم لطف دارن. حتما اشتباه از منه، من خیلی خوشحالم که و متشکرم که اشتباه هم توضیح دادن. حتما در طول صحبت یک سهو لغوی بوده. واضحه که از 1977 در واقع اقتصاد دیگه عملا به حالت نیمه تعلیق در میاد. از 75 اقتصاد ایران با بحران روبرو میشه به یک روایتی، برای اینکه آمریکا با عربستان سعودی میسازه در یک جریانه که جزئیاتش رو الان میشه دونست و مقالاتی در این زمینه نوشته شده. آقای اسکات کوپر یه مقاله بسیار استرالیایی، بله نیوزیلندی، نیوزیلندی، بله، مقاله بسیار خوبی در این زمینه نوشت که آمریکایی‌ها میرن با وقتی که نمیتونن شاه رو متقاعد کنن که قیمت نفت رو بالا نبره، میرن با عربستان میسازن، قیمت نفت رو تثبیت میکنن و اقتصاد ایران که در حال شتاب و رشد بود، رشد شتابان بود، مجبور شد که یک سیاست انقباضی پیش بگیره. سیاست آقای آموزگار در جهت همین انقباض بود. ایرانی که پول خیلی زیادی به کشورهای دیگه کمک کرده بود و قرض داده بود، مجبور شد وام بگیره و همه اینها دقیقاً یک تحولی در وضع اقتصادی وجود آمد. به هر حال این که گفتم 1978 وضع خوب بود، حتما اشتباه منم، پوزش میدم. خیلی ممنونم دکتر. آقای دکتر میلانی، حضورتون عرض کنم که قبلا مثل که خدمتتون گفتم که یه هممیهنی خواستن که شما درباره نقش سیاسی ثریا اسفندیاری در کنار شاه اطلاعاتی لطف کنیم بدین. من در حدی که میدونستم در کتاب نگاهی به شاه به این قضیه اشاره کردم. ثریا نیمه آلمانی بود، نیمه ایرانی، و نیمه آلمانیش بیشتر میچربید برش. زنی به غایت زیبا بود ولی اطلاعاتش در مورد ایران به غایت محدود بود و چیزایی رو حتی در خاطراتش آدم نگاه میکنه در مورد ایران یا کج میدونه یا نمیدونه یا به اعتراض مینویسه که واقعا نشون میده که آشنایی زیادی با غنای فرهنگ ایران نداشت. و چون خیلی هم جوان بود و به همین خاطر بخش مهمی از زندگیش رو خارج بود و وقتی وارد سیاست زندگی سیاسی شاه شد که شاه در یکی از بحرانی ترین دوران
حکومتش بود، یعنی دوران مواجهه با دکتر مصدق. به نظر میاد که تنها نقش سیاسیش این بود که به شاه قوت قلب بده و سعی بکنه که تقویت روحیش بکنه، برای اینکه شاه خیلی روحیش رو در یک مقطعی میبازه. وقتی هم که بر میگردند از روم، در واقع در اون 3-4 سالی که باقی مونده، نقش سیاسی به اون مفهومی که مثلا ملک فرح بازی میکنه بعدها، به خصوص در 15 سال آخر سلطنت شاه، که یک شخصیت سیاسی است، رضا قطبی در تلویزیون کارهای جدی داره میکنه، در کانون پرورش فکری کارهای جدی خانم لیلی ارجمند داره میکنه، هر دو به حمایت ملک فرح دفترشون فعالیت، خودش نایب سلطنه شده. یعنی هیچ کدوم از شاه، همسرای شاه به اندازه ملک فرح سیاسی نبودند. ثریا هم خیلی در اون مفهوم سیاسی نبود که دخالت بکنه، به غیر از همین مواردی که تا اونجایی که من میدونم. و چون فرزندی پیدا نکرد، نتونست پیدا بکنه، چون یه مسئله جدی بیولوژیک داشت، از اون بابت پیامد سیاسی داشت، برای اینکه شاه مجبور شد که طلاقش بده و همسر بعدیش رو انتخاب بکنه، که او خیلی به گمان من سیاسی بود، این تنها ملکه سیاسی دوران محمد رضا شاه. او تنها زن سیاسی نبود، ملکه فرح اشرف به غایت سیاسی بود، مادر شاه به غایت سیاسی بود و پرقدرت بود و مذهبی هم بود، نه؟ خیلی مذهبی بود، هم خیلی مذهبی بود و هم خیلی سیاسی بود و هم دخالت میکرد، به خصوص تا قبل از 28 مرداد نقش بسیار بسیار فعالی هر دوی اینها، هم اشرف هم مادر شاه داشتن. ولی بعد از دهه 60، یعنی بعد از انقلاب سفید و بعد از اینکه ملک فرح آمدن و فرزند پسر آوردن و ولیعت رو در واقع تضمین کردند که وجود داره، او هر روز قدرت سیاسی بیشتری پیدا کرد و آدم سیاسی تری هم بود. به هر حال ایران رو بهتر میشناخت، دوستانش مثل یا نزدیکانش مثل رضا قطبی آدم های سیاسی کارکشته ای بودن و یه سری از کسانی که دور و بر خودش جمع میکنه آدمایی هستن که خیلی در واقع دفترش رو دفتر سیاسی تری میکنن، چه زمانی که نهاوندی بود، چه زمانی که نصر بود، چه حتی دوره های شایگان تو دفترشون کار میکرد. اینا همه به نظر من ویژگی اون دوران بود. ولی ثریا تا اونجایی که من میدونم نقشش خیلی کمرنگ بود. بعد از اینم که از ایران رفت و طلاق گرفت، کماکان رابطهش رو با شاه نگه میداره، گرچه خیلی محرمانه، گهگاه دیدار میکنن، گهگاه شاه رو تیغ میزنه و وضع مالی که دشوار میشه تو خاطرات علم میبینیم، میگه که مثلا ثریا نامه نوشته که پول بدید، شاه بهش دوباره پول میده و به هر حال با یه حد معینی از ثروت از جهان میره، که بعدش معلوم شد، برای اینکه دادگاه همه رو رسیدگی بهش کرد. دادگاه آمریکا چیز فرانس. آلمانی فرانسه. فرانسوی. آقای دکتر میلانی، یک آقایی هست به اسم اصغر جهانگیری، رئیس سازمان زندانهای جمهوری اسلامی است، که در مراسم اعطای سومین جایزه حقوق بشر اسلامی چند روز پیش گفت پابندها و دستبندهای الکترونیکی که از کشورهای خارجی خریده بودیم جوابگوی نیازمندی های ما نبود و به همین خاطر دستبندهای خارجی کنار گذاشته شد. سازمان ما یک سازمان مظلوم است و همکنون بیش از 1000 میلیارد تومان کمبود بودجه دارد. این سازمان مظلوم برمان. مظلوم حسین است.
در مورد تبدیل شدن اوین به پارک عمومی و فروش زندان اوین به شهرداری، باید با شهرداری توافق کنیم که مکانهای مورد نیاز ما تحویل داده شود تا امکان انتقال زندانیان به جای جدید را داشته باشیم. ایشون به هر حال میگوید که زندانهای جمهوری اسلامی 1,000 میلیارد تومان کمبود بودجه دارد. نمیدونم چند دلار میشه. به نظرم 3 میلیارد دلار میشه. باید حساب کرد، ولی خیلی رقم نسبتاً درست عظیمی است. بله، اینا همه صحبت های بودجه که میشه، معمولا صحبت از این است که چقدر لفت و لیس بشه دیگه، هرچی بیشتر بتونن. به زندانی ها که نمیرسه، زندانی ها آدم گزارش هایی که در مورد وضعشون، تغذیه شون، وضع میزان فساد در درون زندان، میزان ضرب و شتم در درون زندان، اینو بعضی چیزایی که آدم میخونه، نه فقط زندانی های سیاسی بلکه زندانی های غیر سیاسی، بعضیشون به نظر میاد که واقعا وحشتناکه و تعدادش هم خیلی زیاده. من فکر کنم تعداد کسانی که در ایران زندانی هستن، رقمشو من الان دقیق یادم نیست، ولی چند صد هزار بود که برای من اصلا شگفت‌انگیز بود از بابت ابعاد ماجرا. خب خیلی هاشون اینا ادعا میکنن که به خاطر مواد مخدر، خیلی هاشون به خاطر دعواهاییست که با هم میکنن. اصلا تعداد آدمایی که سر کارشون به زندان یا به حبس پیدا میکنن، حبس موقت پیدا میکنن در ایران عظیمه. یه مطلب دیگه هم برای بحث داریم آقای دکتر، عنوانش هست گفتگو با حجت الاسلام پیکری. پارچه عبا مال انگلیس است، عمامه مال هند است و عطر روحانیت ساخت آمریکاست. او میگوید در دوره‌ای برای درمان به انگلستان میرفتند آخوندا و از آنجا که این کشور زمانی بزرگترین تولید کننده پارچه در دنیا بود، پارچه می‌خریدند و به قم می‌آوردند تا برایشان عبا عمامه بدوزند. این موضوع که منچستر بزرگترین تولید کننده لباس روحانیت است، مدتی سر زبان‌ها افتاد، در حالی که پارچه و لباس از نجف و قم تهیه می‌شود و پارچه‌ها انگلیسی نیستند. در حال حاضر به دلیل تکنولوژی انگلستان در صنعت بافت، بهترین و گرانترین پارچه ها به انگلیس متعلق است. اما از نظر اقتصادی بزرگترین تولید کنندگان لباس در دنیا به جز لباس روحانیت ترکیه و چین هستند. بهترین و بیشترین عباها از نظر کیفیت و کثرت در نجف و کربلا تولید و در قم توزیع می شود. پارچه عمامه نیز جنس های مختلفی دارد، اما بهترین جنس آن هندیست که چون نازک و خنک است، هنگامی که بر سر بسته می شود اذیت نمی کند. حجت الاسلام پیکری درباره استفاده روحانی ها از عطر یا اوتکلون در اوایل انقلاب، ببخشید، درباره استفاده روحانی ها از عطر یا اوتکلون تیروز ساخت امریکا این پیکری گفت در اوایل انقلاب استفاده از این عطر بین انقلابیون متدین مد شد و هیچ کسی هم نمیدانست این عطر در کدام کشور تولید می شود. البته در حرم امام رضا همیشه بوی همین عطر پخش است که نشان می دهد تولیت آستان قدس یکی از بزرگترین وارد کنندگان و مصرف کنندگان این عطر است. عطری که روحانیون معتقدند بوی عبادت می دهد. ببخشید آقای دکتر. نه خیلی، من اینو خونده بودم، من خیلی کنجکاو شدم ببینم این عطر تیروز کدومه. من هرگز ذکرشو نشنیده بودم.
و چون معلوم نیست چیزش دقیقش چیه و بله من خیلی عطرباز یا خودکلونباز نیستم، متاسفانه اطلاع نداشتم ببینم که این عطر آمریکایی که جای گلاب رو گرفته چیه. یه وقتی بود گلاب خیلی مورد بله علاقه بود. مثلا من یادم میاد دیگه، ما مثلا بچه که بودیم به هر حال آخوند میامد منزل ما روزه میخوند، ما میرفتیم منزل داییم در قزوین در روز روزه میخوند. لباس آخوندی خب خیلی ساده بود و خیلی معلوم بود. الان هر روز آدم تو این تلویزیون ها نگاه میکنه یه رنگ جدید عباس، یه پارچه حریر جدید شیک، یه خلاصه مدهای بسیار زیاد و لباس های بسیار فاخر. بعضی ها شنیدم پیرنهایی که زیر عبا میپوشن باید آرمانی باشه. بعضی یعنی واقعا معلومه که 37 سال به آقایون روحانی خوشبختانه خوش گذشته و مد حداقل از بابت لباس و از بابت پارچه هایی که استفاده میشه تکثر پیدا کرده. خیلی مفصله اینا آقای دکتر. بله خوندم، خیلی خیلی جالبه واقعا. من فکر کردم ممکنه شما نخونده باشین. نه من خوندم، برام چند سطرشو خوندم، ببخش، برام خیلی جالب بود. توی چیز اتفاقا میدونی خیلی جالبه واقعا، توی علوم اجتماعی و اینا میگن که تغییر لباس معمولا یکی از اولین علائم تغییر اجتماعی است. یعنی میخواید ببینید جامعه در چه جهتی داره میره، ببینید چجوری تغییر لباس میده. اینکه آقایون لباس ساده و اغلب به اصطلاح متواضعانه‌شون رو وا گذاشتن و به این انواع و اقسام لباس‌های شیک همه زیرش اتو کرده، پارچه‌های فاخر، انواع لباس‌ها، رنگ‌ها استفاده می‌کنن، نشون دهنده یک تغییر در سلوک اینهاست، از آخوند روزخون به حاکم مملکت بدل شده. آقای دکتر میلانی یه دو سه دقیقه وقت داریم، میخواستم ازتون بپرسم که کارهای فرهنگی دانشگاهتون در چه حاله؟ خیلی خوشحال شدم که پرسیدید، برای اینکه واقعا این کاغذ رو آورده بودم که اگر فرصت شد بگم. ما 3 تا برنامه داریم در 4 روز آخر اوت. در اوت 25 خانم شبنم طلویی یه فیلم جدیدی ساختن در مورد قرة‌العین، فیلم رو نشون خواهیم داد، خود ایشون هم اینجا تشریف داشت و در مورد فیلمشون صحبت خواهند کرد. در اوت 30 خانم دکتر نغمه سمینی که یکی از نویسندگان بله شهرزاد هستند و نویسنده و رمان نمایشنامه نویس موفقی هستند، در مورد تجربه نوشتن شهرزاد صحبت خواهند کرد. و در اوت 31 بخشی از فستیوال تابستونی دانشگاه استنفورد ما فیلم من ترانه هستم رو نشون خواهیم داد و از آقای صدر عاملی دعوت کردیم، رسول صدر عاملی کارگردان اون فیلم دعوت کردیم که تشریف بیارن بعد از نمایش فیلم در مورد فیلم صحبت کنن. ایشون از روزنامه‌نگاران قدیمی هست. بله برحال این 3 اتفاق، اوت 25، اوت 30 و اوت 31. اگر دوستان میخوان ساعت دقیقش رو و نقشه محل سخنرانی ها رو هم مجانی است بدونن، به سایت ما ایرانیان استادیز در استنفورد مراجعه بفرمایند، قدمشون رو چشم. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم ازتون، تا هفته آینده خوب و خوش باشین. خیلی همچنین همیهنان عزیز براتون بهترین آرزوها رو دارم و سپاسگزارم از دوست گرامی آقای بهروز مشکینیار که این برنامه رو کارگردانی کردن. شب و روزتون خوش.